نخستین بار است که ملا عبدالغنی برادر، معاون رهبر گروه طالبان و مسئول دفتر طالبان در قطر، درباره جزئیات نظام آینده در یک برنامه مرکز پژوهشی بشردوستانه و منازعات اشاره هایی داشته است. د افغانستان اسلامی امارت له خپل اړخه پوره چمتووالی او رښتینی اراده لري تر څو ستونزې د خبرو اترو له لارې حل شي. د سولې پروسې په وړاندې پراته خنډونه تور لیست د توافقنامې له مخې د تور لیست موضوع باید اوس تر ډیره حل شوې وای. ملا برادر گفته است که نظام آینده همه شمول و اسلامی باشد و تأمین آزادی های زنان و رسانه ها را بر بنیاد منافع ملی و آموزش های دین اسلام از مسئولیت های مهم نظام آینده می داند. در افغانستان در خلق غشتنه در زکر در مشوری تلوی جرگی پریکلی هم داده چی جمهوریت و دوام در جمهوریت در دوی لپار اساسی باسته. از سوی هم یک نسخه کارشیوه آغاز مذاکرات سال که به تولو نیوز رسیده است نشان می‌دهد که این مذاکرات بر بنیاد چهار اصل: توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، خواست مردم افغانستان برای تأمین صلح پایدار، تعهد دو طرف مذاکره کننده به تأمین صلح پایدار و خواستهای سازمان ملل متحد برای برقراری یک صلح پایدار به پیش برده می‌شوند. ما معلومات دادی چې د ایجنډا درې ټکي چې طالبان مهم درې ټکي او چې د افغان حکومت او طالبان لري هغه یو بل سره اختلافات ورباندې لري. افغانستان ناو فیسز ان هیستوریک اپورتونیتی. افغانستان اکنون با فرصت تاریخی برای صلح روبرو است و ناتو به شدت از روند صلح افغانستان حمایت میکند. در ماه‌های آینده با تصمیم‌های دشوار درباره حضور آینده خود در این کشور روبرو خواهیم شد. این کارشیوه که 21 ماده دارد، احترام متقابل در هنگام مذاکرات، حل موارد اختلافی از سوی گروه های کاری، حل اختلاف های شرعی از سوی دو هیئت و نیز بدون نگه داشتن رسانه ها از محل مذاکرات مهمترین بندهای این کارشیوه هستند.